با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایقی رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز، قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم یک نکته رو میخواستم اینجا بهش اشاره کنم. یک سریال، البته این سریال تازگی نداره، گویا این سریال یه مدت الکی ممنوش کرده بودن، حالا دوباره اینو گذاشتن. اسم این سریال هست سرزمین مادری، یا سرزمین کهن قدیم بوده حالا عوض شده سرزمین مادری. بسیار سریال مزخرفیه، ولی حالا در توضیحشم میدم. نویسنده این سریال علیرضا طالبزاده نام داره، کارگردانش هم آقای کمال تبریزیه. من این سریالو، این داستان که از جنگ جهانی دوم میاد تا زمان انقلاب 1100، همین انقلاب شومه 1157. حالا تو این ویدیو که مثلا من، یکی به من گفت حتما تو باید اینو ببینی، و از اونجا که کار مثلا فعالیت سیاسی میکنی باید ببینی چه سریالی. خلاصه به ما گفتن که اصلا هم همچی چیزی نیست جز اعصاب خورد کردن. دروغ دروغ دروغ، یعنی هر آنچه که امروز داره اتفاق میفته بر مردم ما اومدن گذاشتن تو این سریال، و از اینکه مردم رو به رگبار میزنن، تیر میکشن، جوانا رو میکشن، تو خیابونا میگن مرگ بر دیکتاتور. اصلا نمیدونید این سریال، آخه بابا شما فردا پس فردا آقای کارگردان کمال تبریزی، من نمیشناسمتون اصلا، و یا آقای نویسنده علیرضا طالبزاده، شما فردا جوابگو باید باشید. این دیگه جمهوریه. ببینین مخالفت من با جمهوری اسلامی سر جاش، این که جمهوری اسلامی شما مجبورتون که نکرده که اینو بنویسین، اینقدر دروغ بنویسین، اینقدر دروغ. شما که اومدی کارگردانی میخوای اینو بکنی، آخه فردا پس فردا شما جوابگو باید، چون این همه دروغ رو، تاریخ رو اینجوری شما برمیگردونین، آخه این درست نیست. من هی نگاه کردم گفتم خدایا چی بگم آخه. بعد آدمایی به من اینو پیشنهاد کردن، آره یارو آخونده رو میگیری میزنه، درسته شما آخونده رو لذت میبری، امروز آخونده داره کتک میخوره، ولی واقعیت نداره اون چی که تو. اگر تو ما یه کتاب تاریخی برای من بیارید که بگید که هر روز ارتش شاهنشاهی به رگبار میزده مردم رو، مردم رو میکشته، تظاهرات میکردن، جوونا رو، جوونای 10-15 ساله رحمی نمیکردن. ای بابا چرا دروغ؟ بعد چرا اینا رو میبینید؟ دوتا رو میبینید بس کنید، یا حتی اگر دیدیدم اوکی، به کسی دیگه پیشنهاد نکن. این چه دیدنیده؟ چه سریالی که به من قدر؟ آره نه حتما باید دید. هی من نگاه کردم، من کلن براتون بگم فیلم های ایرانی رو نگاه میکنم، سریال ها رو نگاه میکنم، دوست دارم و این رو دوست دارم. حالا یه سریال مخالفن، ولی من مخالفتی با دیدن سریال و فیلم ایرانی اصلا ندارم. هنرپیشه ها رو بیشترشون رو میشناسم، نه که بگم شناسایی دارم اونطوری. خانواده من از خانواده سینما میان، پسرعمه من جز بهترین کارگردان های زمان قدیم و الان بوده، عزیزان من تو سینما هستن، کاری به اون قسمت ندارم. ولی بابا دیگه شما رو که مجبور نکردن که این همه دروغ رو پشت سر هم بگذاری و یک سریال بسیار مزخرفی رو درست کنین و تاریخ رو سفسطه کنید به این صورت، با دروغ ها، با فرمان های شاه فقیده که برید بابا نگاه کنید. آخه نامردی هم حدی داره. و بعد زمانی این رو بهش اجازه میدن که حالا به دروغی بازی علمشنگ علکی به پا میکنن که مردم تحریک کنن که اینو ممنوع کرده بودن، حالا آزاد کردن. چرا؟ برای اینکه در زمانی که در این مقطع زمانی که شاهزاده رضا پهلوی از محبوبیت بسیار بالایی برخورداره، این رو من نمیگم، برید نگاه کنید، برید بپرسید از هر کی دلتون میخواد، و اینکه مردم به زمان شاه فقید همه نشستن
از او یاد میکنند، رضا شاه، روحت شاد، از محمد رضا شاه یاد میکنند. در این مقطع زمانی یک ایمیجی میخواد بهش بده که داره از صدا و سیما پخش میشه، این پخش شده یا پخش میشه نمیدونم، که میخوان این محبوبیت رو بگه نه این محمد رضا شاه این بوده، بچه ها رو میکشته، جوان ها رو میکشته. پدرتون خوب، مادرتون خوب، آقای نویسنده علیرضا طالب‌زاده که نمیدونم اصلا کی هستی و چی هستی، نه من خصومت شخصی دارم نه مشکلی با کسی دارم، ولی آخه حد و اندازه داره. من اینو چند وقت بود که میخواستم بگم، میدونم من وقت برنامه‌مون دارم میگیره، حیفم اومد از وقت برنامه هر دفعه بگیرم، ولی دیگه دو نفر به من اینو گفتن که پیشنهاد کردن که ببینم که براشون متاسفم. نه من نگفتم سریال ترکی نگاه نمیکنم، سریال ترکی هم دوست دارم نگاه کنم، سریال ایرانی هم دوست دارم نگاه کنم، ولی دروغ رو باهاش مخالفت میکنم و وای میزم. اگر زمان شاه جوون کشتن، بیاید اسم بگین، اسماشون رو 20 تا اسم به من بگید. من یه روزی با یه مجاهدی یکسه به من گفتش که مرگ بر شاه، گفتم شاه که خدا بیا مردش، مرده که، گفت نه همینو این همه آدم کشته. گفتم آقا بیا 10 تاشو اسم بده، 10 تا از این جوونایی که تو میگی کشته رو بیاد به من اسم بده. من وقتی که اسم دادی من باهات میشینم صحبت میکنم. آخه نکنید اون وقت این عزیزانی که در ایران در این دوران کشته شدن، امروز تولد آرمیتاست. آرمیتا در 17 فروردین به دنیا آمده. آرمیتای گرامن توی مترو گرفتن، زدنش، کشتنش. دارن عادی سازی میکنن. یه جوان دیگه هم سارینار، من براتون گفتم دوباره بعد از اینکه از زندان اومدش بیرون شکنجش کردن، بعد گفتن خودکشی کرده. اینها نباید عادی بشه پس ما. آقای علیرضا طالب‌زاده نویسنده چطور از آرمیتا و آرمیتا صحبت نمی کنی؟ چطور از جوانایی که در امروز چه از آغاز جمهوری اسلامی، مهم نیست مجاهد فدایی، من کاری ندارم، با تمام احترام به همه اینایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن من باشون مشکلی ندارم شخصا، کشتن، اعدام کردن. دخترم من 18 سالش بود، پسرم من 27 سالش بود اعدامشون کردن. از آغاز جمهوری اسلامی اعدام و تیرباران بوده تا به الان. آرمیتا آخریش نیست. اینها اعدام هایی که کردن. ننگتان باد این که بخواین سکوت کنید و بخواین مرگ جوانان ما رو عادی سازی کنید. به من یه ایمیلی کردن که چرا از اینا حرف، ما غممون میگیره. بگیره، باید کنار این خانواده ها باشیم. وقتی که مادری فقط یه تشکر واسه من میفرسته که مرسی این که فرزند من رو یادت نرفته، تمام خستگی من در طی هم میره. وای بر ما که برای من تکس بزنید بگی که هی ما غممون میگیره اگه برنامه شما رو نگاه کنیم. بگیره، هیچ مهم نیست. شلنگ تخته میخواییم برین جای دیگه نگاه کنید. چطوری میتونیم بچه ها رو فراموش کنید؟ چطوری ما میتونیم بچه هایی که تو خیابون اومدن و به دست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شدن رو فراموش کنیم؟ نه، وظیفه من یاداوریه، وظیفه من اینه که به شما بگم که این جوان ها رو فراموش نخواهیم کرد و ایستاده ایم تا پایان. تولد آرمیتا مبارک باد. دیدار منو تو روی تقیامت دالت لزلف خناو کف نکام نکلا قیامت فراموش دکام کبلم ببالای عرعری قصام. آرمیتا درست پارسال همین موقع تولدش بوده. آیا فکر میکرد که با باتومی بر سرش یا هر جوری ضرب و شتمی که او رو کردن امسال دیگه نباشه؟ و یا جوانی که
امروز 30 سالش میشد. جواد شیازی که در 25 آبان ماه 1398 کشتنش. مگه میشه فراموش کنیم؟ نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. شم 30 سالگیه پسرم رو خوش میکنم با امید روزای روشن و حال خوب برای ایران. کم نیستن امثال جواد و امثال آرمیتا و امثال پویا و آقای کارگردانی که این فیلم ها رو می سازی، آقای نویسنده که اینا رو می نویسی. شد به فکر بچه های ایرانم باشی؟ شد به فکر بچه های باشی که با شلیک گلوله با ضرب و شتمی جانشون و یا چشاشون رو از دست دادن؟ جواب متین و متین ها رو چه خواهی داد؟ متینی که برای سال دوم تولدش رو میگیره ولی چشمی بینایی نداره و بیناییش رو جمهوری اسلامی گرفته. نام او متین منانیست. نگاه کنید، نگاه کن که واسط میچکه چیکه چیکه. به نام خدای رنگ تمام. همیشه به قدرت چشمهایت ایمان دارم. مت جان، خلاصه بگم تولدت مبارک، یه ایران باشه، قهرمان وطن. و جوانهای خیلی زیادی هستن که از نهای بزرگی دادن، چه جانهای عزیزشون، چه مثل قهرمانهای مثل تو نور دیدهاشون رو از دست دادن. اینجا خوبی که دارم تو و با خودتون ارتباط گرفتم و فهمیدم که چقدر اتحاد وجود داره بینمون. مرسی که همیشه پشتم بودین و همیشه حمایت کردین. دم همتون گرم. مرسی. بله، جواب اینها رو چه خواهید داد؟ بذارید یادآوری بکنم به اونهایی که فراموش کردن. نوید افکاری رو، مهسا رو، حمید رضا روحی رو، مهدی کرمی رو، پویا بختیاری رو، نیکا رو، غزاله رو. آیا شما فردا آقای کارگردان و نویسنده جواب اینها رو چه خواهی داد؟ چطور سربالا خواهی کرد وقتی که این همه جوان اسمشون، نشانشون، صداشون، تصویرشون هست؟ فیلمی میسازی که دور از حقیقته ولی اینها حقیقت جامعه ما هستن. درود مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. ما عرض ادب بنده ژینا هستم. برزشه، بله، برای برزش اینا تا آخری لحظه اعزاز پشیمونی نکردم. تو برنامه نوشته مجرم، اعزاز پشیمونی نکردم. آقا، گفتم من اعدامه، گفتم اعدامه بیم دادم ولی به مامانم چیزی نگفتم. دوست ندارم گریه کنم سر مزار، جادی کنم. دیدید صدا رو، شنیدید صدای بچه هایی که جانشون رو رژیم جمهوری اسلامی گرفتن. صحبت از نویسنده، صحبت از کارگردان و فیلمساز کردن، هستند، بودند در ایران ما که درخشیدند. بعد از انقلاب کیومرث پوراحمدی یکی از فیلمسازهایی بود که بعد از انقلاب خیلی بیشتر فعالیت کرد،
73 سالش بیشتر نبود، ولی بعد از انقلاب بود که انقلاب شوم بود که درخشید، فیلم ساخت، چند تا جایزه هم گرفت، سریال درست کرد، ولی وایساد، ایستاد. حتی یک کتابی رو هم در سال 1400 به چاپ رسوند به نام همه ما شریک جرم هستیم، و متاسفانه البته مرگ مشکوکه، گفتن خودش رو کشته، ولی همچی چیزی خانوادهش میگن نه. ولی در هر صورت دوست داشتم یادی از او بکنیم، چرا که اولین سال درگذشت کیومرث پور احمدی است. یادش گرامی باد. دولت مردای ما ببین، دولت مردای فاسد ببین، همه شون سراپات کسافتن، برای اینکه هی باید چیزا رو پنهان کنه. اون سه تا زن رو فران و هو میگیره اینجا چاپیده اونجا فران فران، معلم نداشت، هیچ کدوم این هاشی ها رو نداشت، واسه همین جسور بود. از نظر شما باید چی کار کنیم که هنرمندامون وقتی که زندن به قول شما اون ارج و قرب رو حفظ کنه؟ ببین تو نظامی که با هنر اصلا ذاتن دشمنی داره، خصومت داره، که نمیشه، همینه که هست، همینه که هست، هیچ کار نمیشه، همینه که هست. این نظام ذاتن با هنر و هنرمند اصلا سر سازگاری نداره. آره، کتاب، شعر، موسیقی، سینما، تئاتر نداره اصولا. یاد کنیم از شجاعت او. این زمانی است که فکر کنید که جمهوری اسلامی هم هست، اینا رو داره میگه. واقعا یادش گرامی بود. در این روزها خب خیلی صحبت از خامنه ای و حرفای مسئله حجابه که من در روز چهارشنبه مفصل این رو گفتم، ولی یکی از چیزهایی که دوست داشتم در اینجا براتون بگم، خامنه ای همین هفته از روش و برنامه ریزی رئیسی خیلی خوشحاله و از اقتصادی که اون روشی که گرفته و داره جواب میده خامنه ای راضیه. نگاه کنید، بخش شیرین مربوط به اقتصاد فعالیت های وسیع زیرساختی است که داره انجام میگیره، که اینا نتایجش در میان مدت و نه چندان دراز مدت ظاهر خواهد شد. به حمدالله تلاش خیلی خوب و متراکم داره انجام میگیره. حقاً بله، اقتصادی که خامنه ای داره ازش صحبت میکنه، زمانی که در ایران بالاترین تورم رو داره، گرانی هست، یعنی اگر مثلا زمان چه میدونم خاتمی و هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد و همه اینا مثلا اگه 50% 100% یا نمیدونم چندین درصد بوده، زمان رئیسی 200 برابر شده، یعنی اینقدر فرقش، یعنی اینقدر زیاده. حالا من چون اقتصاددان نیستم که عددی درست بگم، ولی همین تقریبا همین حدود است. و در هیچ زمانی دلار اینقدر بالا نبوده. امروز دلار 64,000 تومانه دیگه، یعنی بالاترین رقمه. در قدیم رئیسی اومده بود یه ویدیویی ازش گرفتن که الان نشونتون میدم، گفته که خوب من رئیس جمهور نیستم، وگرنه ببینید چقدر دلار 5,000. حالا اون موقع چی بوده؟ 5,000 تومان. نگاه کنید. سوال اینه که اگر که شما رئیس جمهور می شدید اوضاع چی می شد؟ خدا را کرد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5,000 تومان. بله، مردی که می خنده، حالا کردش 64,000 تومان و خیلی هم بالا. بینندگان عزیز، آقا شاید اینو بذاریم برای بعدا، من پخش میکنم
چون دوست داشتم این دو تا جوان رو که دو دقیقه بیشتر وقت نداریم رو با هم ببینیم. شماره بعدی در همین زمینه، میدونید که خامنه ای خیلی صحبت کرده که حجاب رو، مسئله حجابه. دو تا جوان رو در جاده انزلی که به رشت میره بدون حجاب، دوست داشتم این رو با هم ببینیم و بعد هم اگر رسیدیم حرفای دکتر حسن باقرنیا رو دوست داشتم با هم بشنویم. نگاه کنید. جاده انزلی به رشت، جاده فروردین 1603، ماشاءالله به نازمتون. آره دایی، زن زندگی آزادیه. دو جوانی که بدون روسریه، میدونی این روزا مسئله حجاب خیلی خامنه ای و نمایندش و فلان و همه خیلی صحبت حجاب میکنن که اصلا ما داستان همچی چیزی نداشتیم تا به امروز. ما مسئله حجابی نداشتیم و مشکلی نداشتیم. من نمیدونم اینو چرا درآوردن. در هر صورت اینم یک برنامه بود که درست کردن و حالا دارن اضافه میکنن و دوست داشتم در آخر آهنگ مهدی یراهی رو با هم ببینیم، خواننده و آهنگسازی که به خاطر همین آهنگ روسری تو بردار یک سال بهش حکم دادن. البته امروز با یک پابند الکترونیکی آزادش کردند. درود من بر مهدی یراهی که امروز سکوت میکنه ولی همچنان ایستاده است. با تشکر از آقای امیر شورتی و عزیز در اتاق فرمان و شما بینندگان که نشستید این دقایق رو با من و همراه من بودید. تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، خدا نگهدار.
نقاشی کردی؟ چی نشه؟ همه اینها داره مستقر من چه رگی کردم هم پای انقاییتم بایست همینو یاده باشه 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 باشه